مخالفت با پذیرش کشور فلسطین بیانگر بحران رهبری در اسرائیل است، اما دولت نتانیاهو در عمل نه به تشکیل کشور فلسطین نگفت و نه پروژه آمریکایی غربی و عربی برای برقراری صلح همه جانبه بین اسرائیل و کشورهای عربی و اسلامی را در ازای حل عادلانه مسئله فلسطین بر اساس راه حل دو کشوری رد کرد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی علت اولیه بروز آتش سوزی در بیمارستان گاندی پایتخت را اتصالی سیم‌های برق در اتاق کانون این مرکز درمانی اعلام کرد و در این حال گفت که این نظر نهایی نیست و نتیجه نهایی زمان بر است. علتش هم برآورد کارشناسان ما تا فعلا نهاییش هنوز در دست بررسی هست، اتصالای برقی بوده، الکتریکی بوده در همون اتاقی که کانون حرق بوده. محمد جواد طاهری مدیر مجموعه تئاتر شهر درباره حریمی که قرار است در پیرامون تئاتر شهر ایجاد شود گفت حریم مجموعه برگرفته از تیغه‌هایی خواهد بود که روی تاج بنای تئاتر شهر وجود دارد و نیز ستون‌هایی که در مجموعه به کار رفته و قطعاً مانع بصری برای مجموعه ایجاد نخواهد کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت حذف یارانه‌ها در صورت استفاده از اعتبار 220 هزار تومانی دولت فقط یک شایعه است. ما یه یارانه داریم که به صورت ثابت در گذشته بوده، در آینده هم هست، در بودجه 1403 هم دیده شده. اون سر جاشه. این یارانه مضاعفی بود. این شایعه است. بله یه شایعه است. 80 تومان بود، شد 120 هزار تومان، الان شده 220 هزار تومان یارانه مضاعف. فرض احتماله نمیدونم هست یارانه اول که وجود نداره. یه یارانه با ثبات داریم، یارانه اولی هست، یه یارانه مضاعف داریم که همینطوری با یه شیبی افزایش بدیم. فرستاده ویژه و هماهنگ کننده مرکز تعامل جهانی وزارت خارجه آمریکا در میزگردی با موضوع انتشار اخبار غلط در سفارت ایالات متحده آمریکا در لندن به نقش کشورهای مانند جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در پراکندگی اخبار جعلی و دروغین و همچنین گمراه کننده تاکید کرد. بخش‌های زیادی از دشت مربدشت در استان فارس با فرونشست 15 تا 20 سانتی متری مواجه شدند. پاسارگاد، تخت جمشید و نقش رستم سه میراث باستانی ایران در دشت مربدشت قرار دارند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران و از مخالفان صریح جمهوری اسلامی و رهبری علی خامنه‌ای در بیانیه‌ای در آستانه انتخابات حکومت ایران را نظام ولایی استبداد دینی خواند و با اشاره به عملکرد 45 سالی این نظام در عددسازی، فریب و فرافکنی خواستار تحریم فعال انتخابات 11 اسفند شد. وبسایت اعتماد آنلاین همزمان با ادامه فراخوان‌ها برای تحریم انتخابات اسفند ماه از سوی شمار زیادی از شخصیت‌ها و فعالان و نیز سازمان‌ها و احزاب سیاسی از نتایج نظرسنجی‌های خبر داد که حاکی از مشارکت بین 32 تا 38% درصدی در انتخابات است. فروش